با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. سوالای خیلی زیادی شده، بالغ بر 10-12 هزار سوال واسه من اومده تکراری که پس چرا آمریکا حمله نمی‌کنه. ببین دوستان، من قبلا گفتم راجع به تاکتیک‌های جنگی متفاوت هست. آقای ترامپ سیاستش محاصره است. اول محاصره اقتصادی کرد تا جایی که تونست، بعد که دید یک مقدار اینها زیرابی میرن این ور و اون ور، این همه نیرو آوردن تو منطقه و اینجا از بگرام گرفته تا عراق تا قطر و تا عربستان و تا امارات و کشورهای دیگه، این حمله است. پس این چیه؟ حمله شاخدوم که نداره، این حمله کرده، محاصره کرده و تمام کارهای اینا رو زیر نظر گرفته که را دیگه نتونن نفت صادر کنن، قاچاق ببرن بیارن و همشون آچمزن تکون نمیتونن بخورن. بندر چابهار هم اعلام کرده که میتونه کالا بیاد برای مردم ایران، مواد غذایی بتونه بیاد که دیگه مواد غذایی رو نبرن کشور دیگه بفروشن، توفاله ها و تهمونده هاشو بدن به ایران، به مردم ایران. چون سپاه همینه، این ده جنایت و خیانت و کثافت دنیاست، لجن دنیاست، تعارف که نداریم که. خب بلا فقط بعد از چهار بار کالا بیاد، نفت در بر غذا بیاد یا از اون مواد غذایی چیز بفرستن، دیگه از اون نتونن ببرن. یعنی تمام کارا رو زیر نظر گرفتند. و در مورد اون کشتی‌ها من عرض کردم خدمتتون، خیلی‌ها گفتن موشک زدن فلان کردن، این حرفا نیست. خرابکاری داخلی بوده، یعنی داخل خودشون بوده، نیابتی کار کردن اصطلاحا، چون اینها براشون فرق نمیکنه. اینا ادعا شیعه گری میکنن، دروغ میگن. شیعه که نمیره با القاعده و طالبان کار کنه، نمیره با داعش کار کنه، دروغ میگن. همش دروغه، همش دین یک وسیله و مستمسکه براشون، چون خودشون دین ندارن. یک آدم متدین این کارها رو میکنه، اگه اینجوری باشه که باید دیگه الا دین رو باید حسابش کرده الا آخر. در نتیجه ساعت به ساعت، نه روز به روز، ساعت به ساعت حلقه محاصره هم تنگتر میکنه. کنترل هوایی این بر و اون بر، بالا پایین چپ راست، همه جور، تا جایی که اینا خسته بشن. وقتی انرژی بهشون نرسید، پول بهشون نرسید، نفت نتونن بفروشن و خیلی کار دیگه نتونن بکنن، اینها با پرچم کشور مختلف و امثال هم، خب این کنترل که خیلی راحت تره واسه آمریکا کنترل میکنه، هر کشتی هم بخواد بره بیاد کنترلش میکنه. خودشون هم باختن. من ضمن خدمت رو عرض کردم، یکی از سران اینها که خیلی اطلاعات داشت و با توجه به نقشه های شوم اینها اطلاعات لو داد رفت. بچه حالا تو سایت ها زارن نوشتن که 10-20 نفر از اینها رو گرفتن. من بارها گفتم خدمت رو که اطلاعات 3 تا داریم، وزارت اطلاعات داریم، اطلاعات سپاه داریم و اطلاعات سپاه قدس داریم. اونجا که نوشتن رو من نمیدونم تا چند درصد حقیقت داره یا نه، خبرش به گوش به دست من میرسه. من زمان پشت سرم بگم بهتون، چون من امشب تکمیل قسمت دوم کلیپ راجبون رمار و جنگیر و اینها رو صحبت کردم، بکگراند پشتم عوض کردم، به زودی درست خواهم کرد. با سوال میکنم چرا اینو عوض کردی؟ میگن یه نفر سر یه چهارراهی مغازه بزرگی داشت، پشت بتونی ساعت خیلی بزرگی گذاشته بود. یه نفر از او ببخشید آقا، این ساعت چرا اینجا گذاشتید؟ گفت تو سر چهار راست قرار دارن، راندوو دارن، میان و بعضی ساعت ندارن همراهشون و میان، آقای میپرسن آقا ساعت چنده، مثلا طرفش دیر اومده، شروع شده، صفر شده. پس خیلی فکر خوبی کردن آقا ساعت بزرگ گذاشتید، حالا مشکل دیگه ندارید؟ حالا میان میپرسن که چرا این پشت میتونید ساعتی بزرگی گذاشتید. خلاصه پس حمله کرده، یعنی این حمله است، این محاصره، این کنترل، کنترل کردن اینها. اینا هزار یک ترفند می‌خواستن بزنن، تکون بخورن، تکونشون بدن، بارها بهتون گفتم، و تا به جایی برسه که اینا دیگه ببرن و یک عملیاتی کاری بخون انجام بدن، اون وقت اونجا اینا حمله کردن، اینا زدن بیرون. وقتی برج و باروها رو قدیم محاصره می‌کردن دیگه همه چی قطع می‌شد برای داخل برج، برای نظامی و برای امسال هم، بعد اونا خلاصی دید حمله می کردن یه چیزی می شد یا نمی شد. و الان امریکایی همه نیرو برده، به اولین بار در تاریخ هست که این همه نیرو یه جای برده و مطمئن باشید که کنترلش میکنه، همه را زیر نظر داره و این حمله است و داره خستشون میکنه به قول معروف و
نمیذاره بهشون جیر مواجب و آنچنانی برسد، پوره آنچنانی برسد. الان حشد شعبی کلی مشکلات داره با اینها، چون عراق رو کنترل میکنه، پاکستان رو کنترل میکنه، افغانستان رو کنترل میکنه، تمام اینها زیر نظرش گرفته، حمله کرده و تا این جرسم فساد از اینجا نکنه ریشش رو بر نخواهد گشت. چون اگه بخواد برگرده دیگه برای آمریکا چیز نمونه. آمریکا آمده اعاده حیثیت 40 سالش رو بکنه، مرگ بر آمریکا رو بکنه، اومده گروگانگیر رو پاکسازش کنه و این برای احیای خودش، احیای دنیاست. چون اگر یک مقدار دیرتر جا بیمد اینا منطقه با آتش میکشیدن، براشون اهمیت نداره، چیز را دست نمیدن، نه وطن دارن، نه شرف دارن، نه ناموس میدونن چیه، نه هیچی نمیدونن، یک مشت حروم لقمه، هر چی تو این 40 سال خودن حروم لقمه کرده خوردن. این اوتپوتشون همینه، چیزی غیر از این نیست. چی از دست میده یک گدازاده به اینجا رسه؟ چی از دست میده؟ در نتیجه کنترلشون دارن میکنن همه جا در همه ابعاد. خیالتون راحت بشه، خوش حمله است، حوصله کنید و نتیجهشو ببینید، چون میخوان کمترین آسیب مردم ایران نرسه و با کمترین هزینه، چون دیگه شیوه جنگ ها عوض شده الان، اونا با لیزر میزنن دیگه، اون بمباران این حرفا تموم شده. حالا شاید مثلا چارجر رو بزنن ولی دیگه اون دوران تموم شده است. راجع به سایت رای گیری دوستان باز با تاکید کردن تو هر چیز بگید بله، الان لااقل من 10-12 هزار نفر اینجا دارم دیگه، توی اعظم جزء هستن، جزء گروه هستن دیگه. دوستان عزیز سایتی هست که من آدرس مرتب بالایی توی زیر هم کلیپ میذارم توی یوتیوب و جای دیگه هست، اونجا وارد میشید یه خورده حوصله میکنید، شرایطشو میخونید و خدمتشون عرض کنم. بعد 375 نفر تو دیس هستن، انتخاب خود همون گروه هست و شاهزاده در رأس هستن و بالای 99% آرامارشون هست، شهبانو فرای عزیزمون و خانم همسرشون با ریاست و تا خواهر گرامیشون، بنده و 300 خورده نفر دیگه هم هستیم، ولی عمده اینها هستن برای چشم جهان و چشم اونهایی که مزدوری کردند، مزدور به دنیا آمدند، حروم لقمه هستند و خودشون الان به کری و کوری زدند، چون رسانه بوده دیگه. نه الان ما نتیجه رو میبینیم، چیزی که حاضر هست رو میبینیم و میتونن وارد اون سایت بشن، بین 1 نفر تا 50 نفر رأی بدن. وقتی رأی دادن به دوستان و دیگران هم بگن. داخل کشور و ترکیه و کشور عربی منطقه حتما باید با فیلتر شکن وارد بشن، هر گوشی یک رأی بیشتر نمیتونن بدن. حالا بعضی ها نوشتن دوتا، من نمیدونم نمیشه بعضی وقتا، ولی یک رأی میتونن بدن، PC با لپتاپ با تبلت یک رأی بیشتر نمیتونن بدن. رأیشونه که دادند میان پایین پایین صفحه، وقت وقتی هم دوباره اسما میگردن سخته، چون راندوم هست و اینا هر اسم یه جاست، اون قسمت گوشه پایینش گردر میزنن نارنجی میشه، بعد انتخابشون کردن میان پایین اونجا تایید میکنن و گوشه ثبت میکنن رأیشون، تموم شده است. ایام به کام، روزگارتون خوش. مطمئن باشید من آدرس هم مرتب میذارم توی همین اولین، بعد از آدرس تلگرام، کانال تلگرام هست، این میگذارم اینجا. ایام به کام، روزگارتون خوش، تا کلیپ بعدی.